شلیک های سخنش ساز نتیجه حمله ایران به اسرائیل. در حمله موشکی ایران به اسرائیل در تاریخ 25 فروردین این دومین حمله موشکی ایران به اسرائیل تا ماهای اخیر است. و نخلط به حمله اول شدت بیشتری داشت. موشک به سمت پایگاه های نظامی مهمی مانند پایگاه های هوایی و همچنین احتمالاً مراکز امنیتی حساس در تلاویف و بیت المقدس شلیک شده ایران از موشک‌های های بالستیک پیشرفته از جمله موشک های هایپر استفاده کرد و حمله خود را موفق تامیز خوانده است با این حال اسرائیل و متحدش آمریکا این حمله را بی اثر دانسته و تاکید کردند که سیستم های دفاعی اسرائیل مانند گنبد و و سامانه های موشکی پیکان بخش بزرگی از این موشک ها را خنثی کرده است با این که حمله موشکی خسارات گسترده ای به تاسیسات اسرائیل وارد نکرده و تنها مرگ گزارش شده مربوط به یک فلسطینی در کنانه باختری بود اما این حمله توانست به اهداف متعددی برخورد کند تصاویر و ویدیوهای منتشر شده نشان میدهد که برخی از موشک ها به ویژه در اطراف پایگاه هوایی نواتی با موفقیت به زمین رسیده است آمریکا و بریتانیا نیز در رهگیری موشک های شلیک شده ای ایران به اسرائیل همکاری داشتند آمریکا با استفاده از نوشکنهای های خود در ملیترانه دوازده موشک ره و به سمت موشک های ورودی شلی کرد در حالی که بریتانیا اطلاعات و ردیابی برای دفاع از اسرائیل فراهم کرد. از دیدگاه نظامی حمله موشکی ایران تاثیر چندانی بر عملیات زمینی اسرائیل علیه حزب الله در لبنان نخواهد داشت. اسرائیل در پاسخ به این حمله احتمالاً از گزینه های مختلفی مانند حملات هوایی به تاسیسات موشکی و نظامی ایران یا حتی هدف قرار دادن تاسیسات هسته ایران استفاده خواهد کرد با این حال حمله به تاسیسات هسته ایران می پیامدهای پیامد های گسترده تری داشته باشد و خطر تشدید بحران را به همراه داشته باشد این وضعیت باعث شده تا بسیاری از کارشناسان معتقد باشند که واکنش اسرائیل به این حمله اجتناب ناپذیر است ممکن است شامل حملات گسترده تر به ایران یا گروه های نیابتی آن در منطقه شود.